سلام، با من و دختر کوچولوم همراه باشید تا به شما فوت و فن شیرینی پفک گردویی و 7 نکته ریز ولی مهم اون رو که جایی گفته نمیشه بهتون بگیم. من میخوام جزئیاتی رو بهتون بگم که معمولا توی ویدیوها و کلاس‌های آموزشی گفته نمیشه و هدفم از این ویدیو آموزشی اینه که شما با دنبال کردن نکات من دقیقاً به همون شیرینی برسید که من به شما نشون میدم با همون کیفیت و کمیت. نکته 1، فر رو قبل از شروع کار روشن کنید و دمای اون رو کم کنید. پودر قند 75 گرم معادل 1/2 پیمانه. نکته 2، پودر قند 3 بار الک شود. گردو 100 گرم معادل 1 پیمانه. نکته 3، گردو خرد شود. بیکینگ پودر نصف قاشق غذاخوری. وانیل مقدارش سلیقه‌ای است ولی از نصف قاشق چایخوری بیشتر نشود. زرد تخم مرغ 3 عدد. بریم برای درست کردن این شیرینی خوشمزه و بسیار بسیار راحت. پودر قند رو 3 بار الک میکنیم و با زرده تخم مرغ اونقدر مخلوطش میکنیم تا حجم اونها 2 برابر کشتار و کرمی رنگ شود. نکته 4، حدود 10 الی 15 دقیقه این هم زدن باید طول بکشه. پف کردن این شیرینی بستگی به میزان مخلوط کردن شما داره. هرچه مدت زمان بیشتری مخلوط کنید پف شیرینی شما بیشتر میشه. حالا وقت اضافه کردن میزان وانیلمون هستش. وانیل رو اضافه میکنیم و باز مایع شیرینی رو با همدیگه خوب مخلوط میکنیم. نکته 5 که نکته مهمی هم هستش، حتما مایه شیرینی رو از اطراف ظرف جمع کرده و به وسط آورده و با بقیه مایه شیرینی مرکز ظرف مخلوط کنید. میزان بیکینگ پودرمون رو اضافه میکنیم. بعد از اضافه کردن بیکینگ پودر مایه شیرینی رو باز با هم خوب مخلوط میکنیم. در این مرحله وقت اضافه کردن گردو هستش. گردوی خرد شده رو به مایع شیرینی اضافه کرده و با قاشق مواد رو یک دست میکنیم. نکته 6، برای این شیرینی سینی فرمون نیاز به کاغذ نداره. مایع شیرینی رو کم کم با قاشق و با فاصله کف سینی فرمون ریخته و سینی رو در فر با دمای کم میگذاریم تا آرام پخته شود. نکته 7 که نکته مهمی هم هستش اینه که این شیرینی خیلی زود میسوزه، برای همین نباید دمای فرتون زیاد باشه و حواستون کاملا به شیرینی ها باشه. همین که کمی طلایی شد از فر در بیاریدش که ممکنه این زمان 10 الی 15 دقیقه طول بکشه و تا خنک شدن کامل اون صبر کنید، بعد از سینی فر اونها رو جدا کنید. Thank you.
امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. این شیرینی راحت و خوشمزه و فوری رو درست کنید. نظراتتون رو توی کامنت به من بگید. سوالاتتون رو هم بپرسید. حتما پاسخگو هستم. ممنون که سابسکرایب و لایک هم فراموشتون نمیشه. خدا نگهدار.